بخیر سلامت باشی ما پایت گرفتم فقط گپای من است که با برادرها بگوین که زیر تاثیر تبلیغات دشمن نرین دشمن تصورشی بود که با این می عملی که سردی داده بود شاید قصه او طرف هم مکمل ختم بکنم وقتی دید که بیشتر از صد نفرش کشته و زخمی شد و یه چیزی به دستش نامد ویدیوی به شهادت رساندن قماندان صاحب ها را دیگه مجاهدین نشر کردن و خواستن به پی مردم پیروزی خود نشان بدهند، این احمقا نمیفهمن که نشی ویدیو شکستشان نشان میده جنایتشان نشان میده و روسیاییشان رو به دنیا نشان میده دشمن خودش به تمام معنا میفهمه که این جنگ چه تلفات داد و به اون نش این ویدیو و اخبار نادرست میخواد به خودش به یک نحوی روحیه بده وقتی ما شما در این امی احمد شاه مسعود عمر صاحب شهید از دست دادیم استاد شهید از دست مزاران شهید دیگر از دست دادیم پس این خون ما رنگین تر از این خون ما نیست اگر ما هم دبی را شهید میشیم از که مرگ با عزت دیگه نیست چرا نمیکو بر آگاهانه برامدیم و میفهمیم نتیجه کار ما چیست و حق ما را کسی آسان بر ما نمیده واقعیت قسم ممی از قماندان صاحب که ما شما با بی غیرت ترین، نامرد ترین و بد اخلاق ترین دشمن طرف هستیم. از خورد تا کلانش اگر غیرت داشته باشه و نامرد و بد اخلاق نباشه، اینم بروز که با اسیر مردم میام میکنن معلوم میشه که یهود و نصارا بالای و ما مطمئن هستم و که به وحدانیت خدا ایمان دارم به این باور دارم که امروز نه فردا فردا نه پس فردا اینمی خونای ناحق که رخنانده میشه و این ظلم را که بالای مردم میکنن این سبب سرنگونی نظام و رژیم فاشیستی و تروریستی از گپ آخر همین قماندان صاحب با شکر که همگی با شکر خوب هستن همگی در به قطع خود هستند همگی ارتباط ما با تمامش وصل شدیم ارتباط ما شد و گپ ما گپ ما اتا هم شد که گفته ما قدر که نیروی بیشتر بیارن بیشتر تلفات میدن کم بیارن کم و هم تو هم شد که با کمک خدا به حساب تلفات دادن دگه ما مجاهدین بگو و خیر سلامت باشی پیروزی رو به همه همگیشان تبریک بگم. زیر تاثیر تبلیغات های منفی و گپای های یک روزه و دروزی از یا نگردین الله ما و شما پیروز هستیم خدا با ماست مردم با ماست دنیا با ماست قربانت چنان بخیر باشیم اگر سلام بگو خدا نگهدار و تماس هستیم